بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام احترام آرزو دارم جور سرمن باشید شاگردای نهایت عزیز و گران قدر انسان های قهرمان آینده سازای افغانستان درس های بیالوژی رو تقیب میکنیم بیولوژی سنف دوازده هم فصل 9 هم درس 19 هم تاریخ اجدی جوزای سال چارده سر یک شمسی است بیشتر درس بخوانین با خلوص نیت درس بخوانین به خاطر رضای خدا درس بخوانین انشالله سربلند دنیا و آخرت می باشیم عنوان از تکسر در نباتات گلدار که قبلا ما شما در کتاب قبلی در این مورد گپ زدیم تقریبا 80 درصد نباتات روی زمین را رو نباتات گلدار تشکیل میدن که بیشترین نیازمندی غذایی را برآورده می بعضی از این نباتات زینتی و جذاب هستند و از عده آنها در تهریه البسی نخی ادویه و مواد ملونه هم استفاده میسای کنین 80 درصد چند درصد نباتات گلدار است 80 درصد چی میکنن غذای انسان هم برآورده میسن بر علاوه از چوبش مثلا در میز و چیزای زینتی استفاده میشن ملوه نه رنگ رنگ جور میکنن غلجات عبوبات مثل گندم جو جواری نخود ماش موشنگ درختان میوهدار، سبزیجات پنبه و کتان هم از جمله نباتات گلدار هستند تمام این نباتات برگ های سبز دارند که برای جذب نور آفتاب کمک کرده و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را می سازند. همچنان این نباتات دارای انساج انتقالی و دیوار حجروی قوی و زخیم هستند. مهمترین مشخصات این نباتات داشتن گل، القای مضاعف یا دوگانه و تشکیل میوه است. گل عضو تولید مثل در نباتات مخفی البذر یا نباتات گلدار محسوب میشه. دانه ها در داخل میوه قرار داره و می خاطر مخفی البذر میگیم. خب دوستان نازنین. اول آورده تکسر زوجی در نباتات دار گرده یک گل با گل دیگه در یک نبات یا نبات مختلف با هم یکی میشه یا در یک گل آلات تسکیر و تنیز داره میتونه یک جای شد خب تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار است به همین خاطر را نباتات گلدار میگیم پس باید در قدم اول در مورد گل و اجزای آن معلومات حاصل کرد تا وظیفه گل را در تولید مثل میوه و دانه بدانیم اجزای گل گل از ساقه به وجود میاد و دارای تکثر اختصاصی یافته است و از دو قسمت تشکیل شده دوم گل یا پدیکل برش میگیم و گل یا کاسه گل یا تلموس برش میگیم دوم گل دوستای نازنین چی میکنه؟ سعی کنین دوم گلی نمی همی که گل بساقه وصل میکنه اینجا خود گل است مثلا خود گل کاسی گلی گل است گل, گل گل بساقه وصل میکنه دوم گل یا پیدیگل که گل را بساقه وصل میکند و دوم تلموس است همه قسمت گل تلموس میگه که ساختمان کوتاه پهن دارد و ایزای گل که چهار چیز در گل کامل چهار القمی باشه گلبرگ است گلبرگ است کاسبرگ است آلات تسکیر است آلات تنیس است چهار دایره به شکل دایره وار اینا قرار داره برگکای سبز است که در پایین گل می باشه باز گلبرگ خود اون برگای اصلی گل است کاسبرگ و گلبرگ از جمله برگهای اعضای جسمی و آلات تسکیر و تنیس از جمله اعضای جنسی است برگا جسمی آلات تذکیر و تنیس جنسی است که در چهار القه اینا قرار گرفته اول میم گاس برگ یا سپل میخوانیم معمولا رنگ سبز داشته و غنچی گل را قبل از شگفتن محافظت میکنم اول برگک سبز از باز گل که باز شدی برگای سبز در پایین قرار میگیره مجموعه کاسبرک ها را به نام کاسه گل یا کلکس یاد میکنن کنند ها در وقت گلدهی آلت پندک داشته و بسته می باشد ولی بعد از شو گفتن از هم دور میشن. شند اول گلک سبز است که باز باز شد اینا جدا میشه. شند گلبرک ها یا پتلز وقتی که پندک گل باز می شود گلبرک ها بالای کاسه گل ظاهر میشه. رنگهای رنگ های مرغوب داره و وظیفش جلب حشرات است حشرات پرنده را به خود جلب میکنه. مقبول است که جلب شد بونا کامد باز بالش نشست گرده در پایز اونا میشینه میره به گل دیگه گردافشانی میشه در اکثر نباتات غدوات نکتار که در قایده گلبرگ موقعیت دارد در اثر ترشوی مایع شیرین و معطر در جلب اشرات کمک میکنه بوی خدا مقبول میکنه و گردافشانی را سریعتر میسازد مجموعی گلبرگ ها را به نام جام گل یا کرولا یاد میکنه آلات تسکیر یا اندروسیوم سیومین القی گل آلات تسکیر است کاوی چند استامین است که دانه گرده مکروسپور را تولید می کنند هر استامین از یک میله و بخش خریط بنام به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار دارد تشکیل شده و دانه های گرده به نام پولن،, پولن گرین در آن ساخته می شود آلات تسکیر چارمین و داخلی ترین القی گل بوده و به نام پستیل یاد می گردد آلی تنیز شامل بخش متورم به نام تخمدان و استیل می باشد استگما که در انتهای گردنه به شکل پرمانند و چسبناک از تشکیل می شود این شما یک گله می بینین دوستای نازنینم اینی دوم گل است دوم گل دوم گل از اینی باید تلموس از کلش تلموس از کینی کاس برگ از برگک سبز اینی گل برگ است اینالی گل برگ را پاره کرده اینی آلات تسکیر است ای آلات تنیس است چهار القدمی گل وجود دارد. تخمدان مثل یک اتاق محافظتی تخمه هاست که حجری جنسی معنیست یا گامیت است در داخل آن نمو میابد و از هر تخمک یک دانه تشکیل شده و از تغییر شکل پخته شدن و رسیدن تخمدان میوه نمو, نمو میکند گل کر چار قسمت یا القرار دارد به نام گل کامل و گل که فاقد یکی از اجزا باشد به نام ناقص یاد میشه هر گل کالات تسکیر و تنی هر دو را دارند گل دو جنسه و گل که فاقد یکیش باشه یک جنسه نامیده میشه. طرز تشکیل دانه گرده و گامیت مزکر استامین ها اعضای تکسوری مزکر در گل ها است هر آلی تشکیل از یک میله و بخش خریطه تشکیل شده در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از جرات درون خریطه با تقسیم میوز یعنی تنقیصی چار اجری میکروسپور ها هپلوئید را تولید میکنه هپلوئید و جرات جنسی هپلوئید می نیم کروموزوم 23 تا می داشته باشه که به نام گرده نارس یاد میشه بعد از تی میکرو ها با تقسیم میتوز دو هستی گامیتوفایت مذکر یا دانه گردی رسیده را تولید میکنه بعد دانه های رسیده توسط دو دیوار داخلی و خارجی می گامیت مذکر در مخفی البذر پس از گردافشانی تولید می وقتی دانه گرده رسیده بر روی استگما یا تنیس قرار گیرد در این وقت است نموی درون تیوب گرده شده با یک تقسیم میتوز دو گامیت نر یا انتروزوید را به وجود می آورد نقش عمدی تیوب گرده رساندن گامیت مذکر به تخمه یا گامیت مؤنث در تخمدان است طرز تشکیل تخمی و گامیت است در نبات مخفی البذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشه تخمه با تقسیم میوزس اما تنقسی 4 حجره هیپلوید را به وجود میاره بعدا 3 حجره از بین رفته یک حجرهش باقی میماند که تقسیمات متوالی میوزس را انجام میده قسمی که بعد از روش تقسیم و وی کیسه جنینی را به وجود می آورد کیسه شامل یک حجره گاموتوفایت با دو هسته فلوید میباشد که به نام اجره دو هسته ای یامیده میشه و در وسط کیسه جین قرار دارد و یک حجره گاموتوفایت دیگر به نام تخمزا گامت ماده است و القای دوگانه یا القای مضاعف بعد از گردافشانی دانای گردک شامل جرات نموی و جرات نمویی و تکسری از برای استگمای حالت تنیز قرار می گرند. قسمی قبلا گفته شد و جرات نمویی رشد کرده لوله گرده را به وجود می آورند و جرات تکسوری در بین قرار گرفته و تقسیم مایتوز دو گامیت مذکر را تولید می کند که مراحل شده شکل بر شما نشان داده بعد از بعد یک گامیت مذکر از تیوب گرده عبور کرده و با وجری جنسی مؤنث القا می که زایگوت یا تخم دیپلوئید را تولید می کند. و گامیت مذکر دیگر با اجری دو القا نموده و تخم تریپلویید را میسازد که بعد از تقسیم و رشد البومین را با وجود البومین یک نوع پروتین است که مقدار مواد غذایی در خود دارد و این نوع القا را به نام القای دوتایی یا یاد می کند دیپلوئید دو یک تا یکن دو سه هر از هر تخم القاشده یک دانه نمو میکند هر دانه شامل یک جنین اسپروفایت جدید است که بعد از نمو و زیرخ کردن مواد غذایی تاست پوش دانه احاطه گردد و هم در زمین نمو دیوار تخمدان سخت و زخیم شده میوه را تشکیل داده و دانه ها را در میان خود میپوشاند میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک زیاد می نماید و زمانی که شرایط مساعد شد دانه ها جوانه زده و جنین داخل آن به اسپروفایت بالغ تبدیل میشه حس پروفاید نبات جوان است که از جنین انکشاف می کند و دوران زندگی خود را از سر می گیرد. قابل یادآوری است که القای مزاف تنها در نباتات مخفی البذر صورت می تولید مثل یا تکسر در مخفی البذران سه از لمده دارد که ظاهر البذران آن است. عبارت از داشتن گل، انجام القای مزاف و تشکیل میوه نیست تا ظاهر البذر ندارد. متوجه شدین که اگر از شما کس پرسان میکنه که فرق زایر البذر و مخفی البذر در قسمت تکثر نمیست گل و گرد افشانی گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون میباشند نکتار یا شیره بوهای قوی و دلنشین داره اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها برای جلب حیوانات گرد افشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب است شیره نباتات منبی خوب غذایی و پروتینی برای این حیوانات و نوزادانشان میباشد که برای گرد افشانی نباتات بسیار رحمیت دارد هنگامی که این برای رسیدن به شیره گل کوشش میکنند ممکن است گرده آن گل به سطح بدنشان چسبیده یا های گرده گل دیگر را که قبلا با آن سر زده بودند به این گل بیارند همین زنبور اصل 80 درصد ها را القا میکند اشراتی که در شب تغذیه میکنند اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی روند چرا که در نور کم قابل دید میباشد مگس های گرد افشان به سوی گلهای میروند که دارای بوی شبی گوشت گندیده باشد برخی از پرندگان شیر شیرخوار نیز در گردافشانی گلها شرکت دارند مگر در گلهای بسیار کوچک و بیرنگ بوی قوی و فاقد نکتار گردافشانی اکثرا تا باد صورت میگیره سعی کنین در گردافشانی اشرات باد باران انسان حتی مثلا درخت کت لغت میزنین از یک گل به گل دیگه انتقال میکنن ولی بعضی از مخفی البزران گردافشانی مستقیم رو انجام میداد یعنی دانه های گرده از انتر یا کیسه گل کرده بر استگمای امان گل می نشیند و سپس به طور رو طبیعی رشد می و این گردافشانی را گردافشانی خودی یا سلف پولنشان می گرد. یکی کراس پولنشان داریم که دو گل یا دو نبات و یکی سلف پولنشان که دم یک گل صورت می گرد. ولی در بیشترین نباتات مخفی البذر گردافشانی غیر مستقیم صورت می گرد. یعنی دانه های گرده یک گل بر استگمای گل دیگر که از امان نوه باشد انتشار می که کراس می نقش میوه در انتشار تخم زردالو رو میگیری خستیش انتشار میکنه یک جای غرس میشه رشد میکنه یکی از خوبی های نباتات مخفی البذر و قدرت تولید مثل سری در آنها زیر عمل القا دوازده ساعت پس از گردافشانی انجام می آود و نباتات می تواند در ظرف چند هفته دانه را تولید کنه خودتان هم لطفا قصد دانه بادام زردالو این این چیزار زمین غرس کرده برین سبب تولید درخت میشه بسیار کار خوب است همچنان میوه ها در نباتات مخفی البذر معمولا به صورت تشکیل شده به پختگی می رسند بنابراین این دانه ها در طول یک فصل رشد کرده و منتشر شده می میوه ها در نباتات مخفی البذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم آنها دارد زیرا بسیاری از نباتات مخفی البذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید می و حیوانات به صفت غذا از آن استفاده میکنند وقتی که دانه امرای میوه به مصرف می رسد در داخل دستگاه یزمی بدون ازم باقی می‌ماند. و از طریق لوله ازمی امرای مواد فاضله به بیرون دفع می گردد که بعد از سبب انتشار تخم همان میوه می میوه بعضی از مخفی ممکن است آبدار یا خشک باشد. میوه آبدار را حیواناتی میخورند، و دانه هایشون را ها دور می و بعضی میوه های خشک از قبیل بادام و امثال اینها تا سایوانات از یک جا به جای دیگه پنهان میشه مثل زاغ چهار مغز پنهان میکنه یا بادام و به درخت تبدیل میشه بعضی میوه های پخته شده بر روی زمین میفتد و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخمش به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه به این شرایط نموش مساعد میشه مثل زردول میفته زردولش خراب میشه خستش میمونه درست است خب تکسر غیر زوجی غیر زوجی مثلا دوستان قلمه کردن پیوند کردن هم ازی از این تکسر و تولید مثل برای بقای هر نبات ضروری است بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و هم غیر زوجی تکثر نمایند قسم قبلا خوانده شد در تکسر زوجی و جرات جنسی مثل گامیت مذکر مؤنث شامل است ولی در تکسر غیر زوجی یا غیر جنسی اعضای نمویی مثل ساقه برگ یا ریشه ایسا می این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه شود انواع غیر زوجی با باید گفت بیشتر نباتات می توانند به طریق غیر زوجی تکثر کنند مثل قلمه کردن پیوند کردن و غیره پیوند کردن پیوان کردن نوی از سر غیر زوجی است که نباتات هم نه و جهت بهتر ساختن نسل مثلا از یک زردالو یک شاخه میبرن برن زردالوی خوبی شو میبرن به یک خسک و خراب یک بادام شیرینه به با بادام تلخ طل... یک انواع مختلف پیوان کردن هم مثلا یکی شاخه را قطع میکنه در شاخه نسب میکنه یا پندک شده ای این پندک نسب میکنه و همسال فایده شیز که مقبول میشه مواصلاتش خوب میشه به این منظور باغبان از کار میگیرن قسمی که اول پیوند از ساقی نبات در حال نمو گرفته و در نبات دومی در قسمت انساج کمبیوم توری نست میشه که بتانه با هم یک جا نمو کنه و شیوه دیگر پیوند قسم است که قسمت پایینی و نموی ساقه توری قطع و برش میگردد که در داخل درزی که در پوست تنی نبات آماده ساخته شده جا میشه و توسط تار و پلاستیک پیچانده میشه دیگهش قلمه کردن است که یک شاخچه را قطع میکنیم در زمین غرس میکنیم یا ریشه را قطع میکنیم در زمین غرس میکنیم این را به نام قلمه کردن خلاصه فصل نوم در بخش تولید مثل نباتات مخفی البذر گل ایجاد میشه که روی چهار علقه است کاسبرگ گلبرگ آلات تسکیر تنیز خارج ترین علقه کاسبرگ است باز گلبرگ است باز آلات تسکیر باز چهار علقه بود گل کامل است نبود نیست تخمدان مثل یک اتاقه که است که اجرات محافظه میکنه و القا میتونه مزاحف باشه که توضیح دادیم خب که اون دپلوید و تریپلوید هم برش میگیم سوالات فصل شما کار میکنید شاگردهای نازنینم و بخش چهارم و آخر کتاب رسیدیم که باز در, در درس بعدی بخیر انشالله در موردش صحبت میکنیم از توجه شما من سپاسگزار هستم توصیه من برتانی زیاد درس بخوانین زحمت بکشین درس ها رو حفظ و خیلی چیزها رو تا شما حفظ میکنین در فرصت بعدی باز به خیر یک بیولوژی خوب برتون درس میتون که در فاکولته شما میرین مرجان بانن برتون که چقدر لایق است و چی چیزهایی یاد داره که ما در پانتون درس میدیم شما شاگردای عزیز و دوست داشتنی هستین ما باورمند هستم به دستای مبارکتانی وطن آباد میشه خدا یار یاورتان